سلام بچه ها، چطورین؟ چند روز پیش یه دونه ویدیو توی یوتیوب دیدم با این عنوان و تایتل که با هر جمع کردن 1 دلار کسب درآمد کن واقعی و تست شده، و برای من جالب بود اینکه آیا واقعا میشه با جمع کردن اعداد ما 1 دلار کسب درآمد کنیم. مثالی هم که میزد این بود، میگفت تو این اپلیکیشن اندرویدی که روی گوشیمون نصب میشه، مثلا میگه بهمون حاصل جمع 2 به علاوه 2 چقدر میشه؟ میشه 4. ما این 4 رو در این اپلیکیشن ثبت میکنیم و بهمون در ازای این نتیجه 1 دلار درآمد میده. 1 دلار هم 28,000 تومن حدودا الان که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم. و برای من جالب بود آیا واقعا میشه با استفاده از این روش کسب درآمد کرد یا نه. پس به همین خاطر من چند روزه که دارم این اپلیکیشن رو امتحان میکنم و بررسی میکنم، و امروز میخوام حاصل اون بررسی رو باهاتون به اشتراک بذارم و با هم بررسی کنیم آیا واقعا میشه با استفاده از این روش درآمد دلاری کسب کرد یا نه، و اینکه اگر میشه با استفاده از این اپلیکیشن ما درآمد دلاری کسب کنیم، میزان این درآمد چقدر هستش. من احسان هستم و اینجا ویجاردو، و تو این کانال به صورت هفته ای دوبار ویدیوهای با موضوعات پول، کسب درآمد از اینترنت و تکنولوژی براتون منتشر میکنیم که اگر به این موضوعات علاقه مند بودین میتونید با سابسکرایب کردن کانال کمک بزرگی بهمون کنید. اون زنگوله بغلش هم بزنین، توی حالت اول قرار بدین که هر وقت ویدیو جدید از کانال ما منتشر شد بهتون خبر داده بشه و تشریف بیارین و ویدیو جدید ما رو تماشا کنید. خب بدون معطلی بریم سراغ این روش. برای اینکه از این روش درآمدزایی آنلاین استفاده کنین، شما نیاز دارین اپلیکیشنی به اسم ریوارد دراپ رو دانلود کنین. این اپلیکیشن هستش توی گوگل پلی، این اپلیکیشن موجوده و میتونید این اپلیکیشن رو دانلود کنید و نصب کنید. باز من لینک دانلود این اپلیکیشن رو توی توضیحات و دیسکریپشن همین ویدیو براتون میذارم. بعد از اینکه این اپلیکیشن رو دانلود کردیم بازش میکنیم. من قبلا توی این اپلیکیشن ثبت نام کردم، ولی شما وقتی بازش میکنیم با یه همچین صفحه مواجه میشین. توی این صفحه اگر قبلا ثبت نام کردین ازتون اطلاعاتتون رو میخواد، یا اگر میخواین تازه ثبت نام کنین دکمه ساین اپ رو میزنین. بعد از اینکه دکمه ساین اپ رو زدین یه همچین فرمی براتون میاره. توی این فرم اول اسمتون رو وارد میکنین، بعد ایمیلتون رو، بعد رمزتون رو وارد میکنین، بعد دوباره رمزتون رو وارد میکنین، بعد اون دکمه آی اگری رو میزنین، اون قوانینش ایناست، بعد ساین اپ رو میزنین. بعد از اینکه این دکمه رو زدین یه دونه فرم دیگه میاره که رفرال کد هستش. بعد از اون این پنجره رو میاره که رفرال کد هستش، کد اون نفری که این اپلیکیشن رو بهتون معرفی کرده، که میتونین کد اون نفر رو وارد کنین یا 1 2 3 4 رو وارد کنین و زیر مجموعه کسی نشین. برای زیر مجموعه گیری و ایناست که میتونین تو این اپلیکیشن با زیر مجموعه گیری هم درآمد کسب کنین. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادین، دوباره برمیگردین به اون صفحه اوله، دوباره ایمیلتون رو و اون رمزی که موقع ثبت نام وارد کردین رو وارد میکنین، ساینین رو میزنین و وارد اپلیکیشن میشین. بعد از اینکه فرایند ثبت نام رو کامل کردین، وارد یه همچین صفحه میشین، صفحه اصلی برنامه هستش که میخوایم با اجزای موجود در این صفحه اصلی آشنا بشین. همونطور که میبینین این بالا یه دونه علامت سکه هست و یه دونه علامت دلار. علامت دلار موجودی دلاری شما رو در این اپلیکیشن نشون میده، علامت سکه تعداد سکه‌تون رو. برای من چون یه چند روزی دارم تو این اپلیکیشن کار میکنم، مقادیر داره، 806 تا سکه دارم، 790 هزارم دلار هم موجودی دارم، ولی برای شما چون تازه ثبت نام کردین صفر، من هم اولش ثبت نام کرده بودم این مقادیر صفر بود. این بالا هم داره اسمتون رو نشون میده، ایمیلتون رو نشون میده که باهاش کاری نداریم. خب چجوری میتونیم تو این اپلیکیشن درآمد داشته باشیم؟ دو تا راهکار داره، یکیش زیر مجموعه گیریه که بعداً بررسیش میکنیم، یکیش یه سری کارهای ساده است که میتونیم با انجام دادن این کارهای ساده صاحب درآمد بشیم. اولیش این پلی اند وین اولیه، این چرخ دنده توره، روش کلیک میکنم، پلی اسپین رو میزنم، یه همچین محیطی رو برام میاره، این پلی اسپین رو میزنم، این پایین رو به صورت قرعه کشی طوره، جایزه میده بهمون به صورت شانسی. الان من 17 تا سکه تونستم کسب کنم تو این اپلیکیشنه. گو نکست رو میزنم، یه 7 ثانیه صبر میکنم، دوباره پلی اسپین رو میزنم، دوباره به صورت گردشی و قرعه کشی طور یه جایزه بهم میده. پس این از اولین روش، این اولین روشی هستش که ما میتونیم تو این اپلیکیشن سکه جمع کنیم. بعد از اینکه این سکه ها رو جمع کردیم، این سکه ها رو میتونیم تبدیل به دلارش کنیم. این از پلی اند وین که به صورت خیلی ساده پلی اند وین رو میزدیم، این چرخ دنده بر ما میچرخید و یه امتیاز و یه سری تعداد سکه بهمون میداد که این سکه ها رو قرار بعدن تبدیل کنیم به دلار. این از این.
دومین روش این پلان کویزه. روش کلیک میکنم، با جمع کردن اعداد میشیم امتیاز کسب کنیم. 18 به اضافه 9 چقدر میشه؟ میشه 27. 27 رو میزنم، این دکمه سابمیت رو میزنم، 10 امتیاز گرفتم. کنکس رو میزنم، 2 به اضافه 14 چقدر میشه؟ میشه 16. 16 رو میزنم، ثبت میکنم، این تایمرش تموم بشه. خب الان دوباره سابمیت رو میزنم و 10 امتیاز میگیرم. آخرین گزینه هم این واچ اند ارنه که با دیدن تبلیغ میتونیم درآمد دلاری کسب کنیم، مثل گزینه های قبلی هستش. خب این از کلیات اون روش که میتونیم از این اپلیکیشن درآمدزایی داشته باشیم. باز با زیر مجموعه گیری هم میتونیم تو این اپلیکیشن درآمد داشته باشیم که اونم با هم بررسی میکنیم بعدا. برداشتش چجوری هستش؟ برای برداشت این دکمه پایین سمت راست که منو هستش رو میزنیم، تو این قسمت ریدم رو میزنیم، این گزینه سوم رو میزنیم. همونطور که می به پیپل میتونیم برداشت کنیم، با بیت کوین میتونیم برداشت کنیم که خوبه، و یه سری مثلا پابجی موبایل میتونیم امتیاز و یو سی پابجی موبایل بگیریم و کارهای مختلف. فری فایر، حتی فری فایر هم داره، میتونیم مثلا دایموند و الماس فری فایر و پول بازی فری فایر رو دریافت کنیم. خب پس این از اون کلیات کار، ولی یه سری سوال بر ما پیش میاد. سوال اول این که آیا واقعا با هر جمع کردن دلار میتونیم درآمد کسب کنیم؟ همونطور که این اپلیکیشن به ازای کارهایی که توش انجام میدیم به همون به صورت مستقیم دلار نمیده، ما باید سکه اول کسب کنیم، بعد این سکه ها رو میتونیم تبدیل به دلارشون کنیم. خب پس این اولین سوال ما هستش. سوال دوم اینه که توی یه ساعت چقدر میتونیم از این اپلیکیشن درآمد کسب کنیم؟ این دوتا سوال رو من بررسی کردم، میخوام الان اون نتایج بررسی رو باهاتون به اشتراک بذارم. همونطور که میبینید الان من 806 تا سکه دارم، 790 هزارم دلار هم پول دارم توی این اپلیکیشن. الان میخوام این 806 تا سکه رو تبدیل کنم به دلار. روش یه بار میزنم، روی این سکه ها یه بار میزنم، برام یه پیام میده، میگه you need at least 1000 تا سکه، یعنی 1000 تا باید سکه داشته باشیم که این 1000 تا رو بتونیم تبدیل کنیم به دلار. الان من 800 تا دارم، پس بعد این رو به 1000 تا برسونم که ببینم هر سکه چند دلاره. خب الان 806 تا ما سکه داریم، میخوام امتحان کنم ببینم این 806 تا سکه رو من توی چند دقیقه میتونم به 1000 تا سکه برسونم. این پلی اسپین رو میزنم، پلی اسپین رو میزنم، میخوام ببینم توی چه مدتی میتونم این درآمد رو افزایش بدم. خب 10 تا سکه به دست آوردم. بچه‌ها همونطور که گفتم هر باری که پلی اسپین رو انجام میدیم یه 7 ثانیه بینش فاصله میفته، میگه 7 ثانیه بعد شما صبر کنین که دوباره بتونین این کار رو انجام بدین و سکه کسب کنین. بچه‌ها یه مسئله ای که الان این اپلیکیشن داره اینه که شما یه محدودیتی دارین. این بالا میبینین نوشته 10 از 10. الان یک بار دیگه اگر بزنم پلی اسپین، این دیگه برام متوقف میشه، میگه شما زیاد استفاده کردین از این راهکار برای درآمدزایی و میگه 45 دقیقه بعد صبر کنین که بتونین دوباره این با استفاده از این پلی اسپینه درآمد کسب کنین. بذارین لود بشه بهتون نشون بدم. من الان 11 بار استفاده کردم از این پلی اسپینه و یه محدودیتی ایجاد شد برام، دوباره نمیتونم استفاده کنم. بذارین الان لود بشه. میبینین یه دونه تایمر برام ایجاد شد، یه دونه ساعت طوره، میگه 44 دقیقه و 45 ثانیه بعد صبر کنین که دوباره بتونین استفاده کنین. چیزی حدود 45 دقیقه بعد صبر کنین که دوباره بتونین استفاده کنین. پس یه محدودیتی داره. این اولین نکته. توی هر 10 باری که از هر یک از این روش‌ها، این سه تا روشی که بهتون گفتم استفاده می‌کنین برای کسب سکه، شما با یه محدودیت مواجه میشین. خب این پلی اسپین تموم شد. پلی کویز رو با هم امتحان کنیم. 10 به علاوه 15 میشه 25. ساب 20 رو میزنم، 10 تا سکه داد. منتظر میشم این تایمرش تموم بشه. 9 به اضافه 1 میشه 10. 10 رو وارد میکنم، 2 1 0. ساب میت رو میزنم، اینم 10 تا سکه. 6 به اضافه 12 میشه 18. الان 911 تا سکه داریم. خب سابمیت رو میزنم، 10 تا سکه دوباره داد، 12 به اضافه 17 19. این قسمت جمع کردن اعداد هم همینطوریه ها. شما هر 10 تا جمع کردن اعداد که انجام میدین، این بالا میبینیم 5 از 10، 6 از 10، ما 6 بار عدد جمع کردیم تونستیم درآمد داشته باشیم. این وقتی رسید به 10 از 10 دوباره یه محدودیت 45 دقیقه‌ای ایجاد میشه که بتونیم ما درآمد کسب کنیم با استفاده از این جمع کردن اعداد. پس این محدودیت رو داره. این اولین نکته‌ای بود که من متوجه شدم نمیشه پشت سر هم از این اپلیکیشن استفاده کرد. 45 دقیقه
فاصله باید باشه بین هر 10 بار استفاده از هر یک از این روش ها. این 10 بارش هم تموم شد. گت بونوس رو میزنم و 45 دقیقه اینجا باید ساب کنم. بچه ها همونطور که میبینین هم پلی اسپین رو انجام دادین، هم پلی کویز رو. این واچ اند ارنش هم من قبلا انجام دادم، 35 دقیقه هم باید اینجا ساب کنم و تعداد سکه هم 981 تاست. ما 19 تا سکه نیاز داریم که برسیم به 1000 تا که بتونیم این سکه ها رو تبدیل کنیم به دلار. ولی خب 45 دقیقه الان باید ساب کنیم که دوباره بتونیم درآمدزایی کنیم. من ویدیو رو همینجا پوز میکنم و 45 دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم که برسیم به 1000 تا و این 1000 تا سکه رو تبدیل کنیم به دلار، ببینیم هر سکه چقدر ارزش داره. خب بچه ها 45 دقیقه گذشت، من دوباره امتحان کردم و الان 1001 تا سکه دارم تو این اپلیکیشنه. این 1000 تا رو میخوام تبدیل کنم به دلار. 790 هزارم دلار هم از قبل داشتم. این روی دلار رو میزنم، یه پیام میده که مهم نیستش و چیزی که اینجا نوشته، این نوشته که چیزی در حدود 18 صدم دلار میشه این 1000 تا سکه. یعنی 1000 تا سکه ما برابر 18 صدم دلار. کانورت رو میزنم، ببین تعداد سکام صفر شد و میزان پولی که دارم 940 هزارم دلار شد. پس این 1000 تا سکه معادل هستش با چیزی حدود 18 دهم دلار یا 18 سنت. و چیزی که متوجه شدم این بود که به ازای هر جمع کردن یک عدد ما 1 دلار درآمد نداریم. چرا؟ چون الان من میام به این پلی اند کویزه که با جمع کردن اعداد امتیاز کسب کنم. 17 به اضافه 17 میشه 34. 34 رو میزنم، سابمیت رو میزنم، بهم 10 تا سکه میده. پس به ازای هر جمع کردن هر عدد 10 تا بهم سکه میده، هر 1000 تا سکه تازه 18 صدم دلار هستش. یعنی 100 تا باید من جمع رو انجام بدم که بتونم 18 صدم دلار درآمد داشته باشم. چند تا باید جمع انجام بدم 1 دلار درآمد داشته باشم؟ چیزی در حدود 700 800 تا عدد رو باید جمع کنیم تو این اپلیکیشن ثبت کنیم که بتونیم 1 دلار درآمد داشته باشیم. این از اولین قضیه که من متوجه شدم نه، با هر جمع کردن هر عدد نمیتونیم 1 دلار درآمد داشته باشیم تو این اپلیکیشنه. این از این. یه مسئله دیگه ای که تو این اپلیکیشن متوجه شدم این بود که هر 10 تا عددی که جمع میکنم، یعنی 100 تا سکه از جمع کردن اعداد به دست میارم، یا با استفاده از این پلی اند وینه درآمد کسب میکنم، یا با استفاده از این واچ اند ارنه درآمد کسب میکنم، بعد از یک مقدار کار کردن میگه 45 دقیقه باید صبر کنیم که دوباره بتونیم با این کار کردن ها درآمد کسب کنیم. مسئله اصلی اینه، خب چقدر همین این سه تا کار طول میکشه؟ من در طول چیزی حدود 5 الی 10 دقیقه همین این سه تا کار رو انجام میدم و بعد از این 5 و 10 دقیقه اپلیکیشن بسته میشه، میگه صبر کن 45 دقیقه بعد میتونی کار انجام بدی. و چیزی که میتونم در بیارم در این 5 تا 10 دقیقه چیزی در حدود 200 تا 400 سکه هستش. خب پس با این اطلاعات توی روز ما چقدر حداکثر میتونیم درآمد داشته باشیم؟ یه سوال مهمی که الان اینجا پیش میاد اینه، توی یک روز ما با این اطلاعاتی که به دست آوردیم چقدر میتونیم با چقدر کار کردن توی این اپلیکیشن درآمد داشته باشیم؟ با توجه به اینکه هر 5 دقیقه یا 10 دقیقه کار میکنیم همه فعالیت هایی که تو این اپلیکیشن هست بسته میشه 45 دقیقه و بعد 45 دقیقه میتونیم انجام بدیم، فرض رو بر این بذاریم که روزانه 12 بار به این اپلیکیشن توی فواصل زمانی مختلف مراجعه میکنیم، حداقل مثلا 45 دقیقه یه بار مراجعه میکنیم، تسکاشو انجام میدیم و چقدر طول میکشه؟ مثلا چیزی حدود 5 دقیقه هم طول میکشه هر باری که میام این اپلیکیشن رو چک میکنیم. چقدر درآمد داریم؟ من ماکسیمم رو در نظر میگیرم، 400 امتیاز میتونیم درآمد داشته باشیم. و اگر توی ماشین حساب من این رو حساب کنم، ما در روز میتونیم 12 بار حداکثر به این اپلیکیشن مراجعه کنیم، 12 هر بارم 400 تا سکه حداکثر میتونیم درآمد داشته باشیم، جمع میشه 4800 تا. هر 1000 تا سکه تقسیم بر 1000ش میکنم میشه 4.8، هر 1000 تا سکه 18 صدم دلار بود. چیزی حدود 864 هزارم دلار میتونیم با 1 ساعت کار کردن، 1 ساعت هم منظورم این هستش 12 بار توی روز در طی فواصل زمانی مختلف بیایم به این اپلیکیشن و هر دفعه‌ای که میایم حداقل 5 دقیقه کار کنیم
چیزی حدود 864 هزارم دلار، اینو ضرب در 28 هزار تومان که قیمت دلار هستش، چیزی حدود 24 هزار تومان روزانه با این اوصاف میتونیم از این اپلیکیشن درآمد داشته باشیم. این از این. پس این از اولین نکته. نکته بعدی این بود که چجوری میتونیم از زیرمجموعه‌گیری درآمد داشته باشیم. در مورد زیرمجموعه‌گیری هم اینو نوشته شما با هر عضو جدیدی که زیر مجموعه گیری 700 تا سکه به دست میارید. 700 تا سکه چیزی میشه حدود 3500 تا 4000 تومان. و اگه اون عضو جدید 30 روز فعالیت کنه تو این اپلیکیشن، به ازای این 30 روزی که فعالیت کرده 2 دلار هم به دست میارید. به نظرم زیر مجموعه گیری شاید اصلا به صرفه نباشه، به ازای هر نفر جدید که شما اضافه میکنید فقط 3500 تومان میتونید برداشت کنید. اگه اون نفر جدیدی که اضافه شده با کد شما بیاد و فعالیت کنه، 30 روز فعالیت داشته باشه، آخر اون 30 روز 2 دلار بهتون میده. به نظر من مجموعه گیریش هم زیاد خوب نیست. چیزی که من میتونم نتیجه بگیرم اینه که اون درآمدی که این اپلیکیشن میده شاید به صرفه نباشه. ولی یه سوال بزرگتر اینجا پیش میاد برای ما، اینه که اوکی، من روزانه 12 بار میام به این اپلیکیشن، هر باری هم که میام به این اپلیکیشن 5 دقیقه فعالیت میکنم، روزانه 24000 تومان درآمد دارم. اگر هر روز این کار رو انجام بدم، سر ما چیزی حدود 720 هزار تومن میتونم با روزانه یک ساعت فعالیت کردن تو این اپلیکیشن درآمد داشته باشم. این چیز حداکثری ها حساب کردیم، ما هم حداکثر ها رو در نظر گرفتیم. حالا شاید یکم اونور اینور باشه، ولی به نظر من این 720 هزار تومن ماهانه حداکثر درآمدی هستش که ما میتونیم برداشت کنیم از این اپلیکیشن به صورت ماهانه به نظر من. سوال اصلی و مهمی که اینجا هستش اینه که آیا واقعا این اپلیکیشن پرداخت داره؟ اصلا اینجا نوشته باشه شما موجودیتون 100 دلاره. مهم اینه که اینو پرداخت کنه. خب این مهمه و میخواستم اینو امتحان کنم. رفتم توی این قسمته که امتحان کنم. همونطور که میبینید الان من 940 هزارم دلار موجودی دارم. میخوام این رو برداشت کنم. میام به این قسمت برداشته و میخوام با استفاده بیت کوین برداشت کنم. خب این فرم برداشتش هستش، یه سری اطلاعات میخواد. اول ایمیل رو میخواد، من ایمیل رو وارد کردم، بعد میگه که چه مقداری میخواید برداشت کنید. من نیم دلار میخوام برداشت کنم، یا همون 0.9 دلاری که موجودی دارم رو میخوام برداشت کنم. اینو میزنم ریدیم ریکوست رو، یه اروری میده، میگه شما حداقل باید 5 دلار درآمد داشته باشین، 5 دلار موجودی داشته باشین که بتونیم برداشت کنین از این اپلیکیشن. و الان من 5 دلار رو ندارم و الان به نظرم اینه که خب این 720 تومن هم خب شاید بعضیمون بگیم که پول خوبیه و میخوایم این 720 هزار تومن رو برداشت کنیم، ولی مسئله اصلی اینه که واقعا برداشت میشه کرد؟ من میخواستم امتحان کنم، ولی اتفاقی که افتاد اینه که میگه حداقل باید 5 دلار داشته باشی، من 5 دلار رو ندارم. برای اینکه به این 5 دلار برسیم چیزی حدود 5 روز باید تلاش کنیم، فعالیت کنیم تو این اپلیکیشن که بتونیم این 5 دلار رو برداشت کنیم، که یکم طول میکشه. به خاطر همین من نتونستم به اون 5 دلار برسم فعلا، به خاطر همین فرصت نشد که من اون 5 دلار رو برسم، ببینم واقعا میشه اون 5 دلار رو برداشت کرد از این اپلیکیشن یا نه. و این رو به شما میسپارم. اگه شما میخواین ما امتحان کنیم ببینیم آیا واقعا میشه اون 5 دلار رو به دست آورد، اول باید این 5 دلار رو تو این اپلیکیشن به دست بیاریم، بعد که این 5 دلار به دست آوردیم درخواست برداشت پول رو بدیم و بعد ببینیم که آیا واقعا پرداخت میکنن یا نه. من این رو به شما میسپارم. اگر میخواین اینم امتحان کنید توی کامنت ها بهم بگین و اگر تعداد کامنت های این ویدیو به 500 تا برسه این رو امتحان میکنیم ببینیم آیا واقعا میشه اصلا برداشت کرد یا نمیشه برداشت کرد، اصلا پرداختی داره یا نداره. این رو به شما میسپارم. اگر خواستین توی کامنت حتما بهم بگین که اینو با هم امتحان کنیم. ولی من حسم اینه که احتمال زیاد دارم میدم که احتمالاً پرداخت نداره و از این اپلیکیشن های اسکم باشه. من حسم داره میگه، یعنی چیزی دال بر این شاید به وضوح ندیدم، ولی حسم داره میگه که نه، احتمالاً اون 5 دلار هم برسیم برداشت نداره. 5 دلار رسیدنش هم سخته، یعنی 5 روز باید فعالیت کنی، تو این 5 روزه روزانه 1 ساعت و این 1 ساعت هم باید توی فواصل زمانی مختلف هر 45 دقیقه یه بار بیای 5 دقیقه فعالیت کنیم، بعد 45 دقیقه طول میکشه، یه زمان میبره که بتونیم امتحان کنیم ببینیم میشه اون 5 دلار رو برداشت کرد یا نه. همین، اگه خواستین اینو امتحان کنیم توی کامنت ها به هم بگین. مرسی که تا اینجا این ویدیو هم همراه ما بودین. من خواستم خیلی سریع بررسی کنم ولی یکم شاید طول کشید ویدیومون. اگر به این موضوعات علاقه دارین، به موضوعات
درآمدسازی، کسب درآمد، امتحان روش‌های مختلفی که تو اینترنت هستش برای کسب درآمد، اینا رو امتحان کنیم با هم، ببینیم واقعا میشه این روش‌ها ازشون درآمد کسب کرد یا نه. اگه به این کارا علاقه دارین، به این محتوا علاقه دارین، با سابسکرایب کردن کانال میتونین کمک بزرگ بهمون بکنین. این ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و برامون یه کامنت هم بنویسین. تا ویدیو بعدی، فعلا بدرود.